بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، کرمی هستم. در ادامه تدریس مبحث ریاضی کنکور بچه رشته ریاضی درس حسابان و رشته تجربی درس ریاضی تجربی میخوایم مثلثات رو شروع کنیم. یه جنبندی از مبحث مثلثات داشته باشیم. بعضا مباحثی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم مباحث مشترکی که قابل استفاده برای هر دو رشته است. خب ما شروع کنیم با مبحث مثلثات، بریم جلو ببینیم داستان به چه صورتی. تو مبحث مثلثات ما در واقع میایم درسمون رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم. مبحث اولش میایم تعاریف اصلی نسبت ها رو میگیم، مبحث دومش میایم نسبت های مثلثاتی میگیم، مبحث سومش توابع سینوسی و تانژانتی رو معرفی میکنیم و نمودارهاشون، مبحث چهارمش هم که معادل مثلثاتی. خب جزئی اولش مبحث نسبت های مثلثاتی رو میخوایم تعریف کنیم. اول از همه میایم رادیان رو تعریف میکنیم. رادیان چیه؟ میگه باز به اندازه‌گیری زوایا در مبحث مثلثات رادیانه. خب رادیان چه شکلی تعریف میشه؟ رادیان میگه هرگاه در یک دایره طول یک کمان برابر با شعاع دایره باشد، نگاه کنید، طول یک کمان برابر با شعاع دایره باشد. الان طول کمان AB برابر با همون شعاع ما، یعنی OA یا OB. طول کمان AB برابر است با OA، در نتیجه این زاویه زاویه‌ای خواهد بود که به این زاویه ما میگیم این زاویه یک رادیانه. خب طول کمان AB برابر با طول شعاست ولی اندازه آن برابر با یک است. به این توجه داشته باشید. چند نمونه ببینید. به طور مثال چون طول یک دور کامل در دایره، یعنی محیط دایره، برابر با 2π ضرب در شعاع دایره است، در نتیجه زاویه 360 درجه بر حسب رادیان برابر با 2π، در نتیجه زاویه 180 درجه معادل پی رادیان و زاویه 90 درجه معادل پی دوم رادیان خواهد بود. اما تبدیل واحد ها، اگر اندازه یک زاویه بر حسب درجه رو داشته باشیم دی و اندازه زاویه رو بر حسب رادیان داشته باشیم آر، میگیم آر به روی پی برابر است با دی به روی 180. بچه ها نگاه کنید، این مخرج همیشه ثابته. این مخرجی که شما دارید میبینید، این مخرج همیشه ثابته و این آر یعنی رادیان، این دی یعنی درجه. اگر به شما رادیان دادن، درجه را خواستن، جای رادیان میذاری، دی رو به دست میاری، درجهش به دست میاری. اگر درجه دادن رادیان خواستی، دی رو جاش درجهش رو میذاری، رادیان. مثلا ما الان فهمیدیم 90 درجه معادل پی دومه. نگاه کنید به چه اتفاق اینجا میفته. میگیم آر به روی پی برابر است با درجه شما داده 90 دیگه، 90 به روی 180. در نتیجه آر رو که بخوایم به دست بیاریم، 90 به 180 ساده میشه، میشه 1/2 پی، میره اونور میره تو صورت، میشه پی دوم. پس برای همینه که ما میگیم 90 درجه برابر است با پی دوم رادیان. مشابه همین بریم جلوتر. مثلا گفته زاویه یک رادیان، مثلا گفته سوال زاویه یک رادیان برابر با چند درجه است، زاویه پیش شما رادیان برابر با چند درجه است، و یه دونم تبدیل اونوری زاویه 270 درجه و 120 درجه رو برس به رادیان میخواد. اولیش میگه مقدار یک رادیان رو به دست بیار. من میام تو رابطه جای آرش میذارم یک، دی رو به دست بیارم، دی میشه 180 تقسیم بر پی، تقریبا 57.3 درجه. پس یک رادیان تقریبا 57.3 درجه است. دیگه ادامه میدیم. مشابه قسمت قبل، پیشیشون می‌خواستم اینو چنده، رادیانش می‌ذارم پیشیشون، اینجا می‌ذارم پیشیشون، پی با پی ساده میشه، دی در میاد 30 درجه. برای همین ما میگیم 30 درجه میشه همون پیشیشون بر حسب رادیان. و همینطور 270، 270 مثلا میفهمیم که زاویه‌اش میشه 3π دوم، 120 درجه میشه 2π سوم. طول و اندازه. این رابطه‌ای که من اینجا دارم مشخص می‌کنم خیلی رابطه مهمیه. این رابطه ارتباط بین طول کمان، شعاع و یک زاویه بر حسب رادیان رو داره به ما میده. دقت کنید. میگیم تتا یعنی زاویه بر حسب رادیان برابر است با L تقسیم بر R، که L طول کمان AB و R شعاع دایره است. برای همین ما وقتی ما تعریف کردیم یک رادیان چیه، گفتیم زمانیه که طول کمان با شعاع با هم دیگه برابر باشه. حالا بنابراین توجه کنید، طول کمان AB برابر است با L آر زاویه تتا. بچه‌ها یه فرمولش حفظ کنید، فکر کنم کافی باشه. طول و اندازه کمان دو مفهوم و مقدار متفاوت دارن. نکته مهمی نداریم، عبور کنیم. مثلا مثال نگاه کنید. تو این مثالی که اومده
مثال رو هم دیگه بخونیم. در شکل زیر قطعه ای از دایره به شعاع 5 جدا شده. زاویه مرکزی روبرو آن 2 رادیان است. محیط شکل رو گفته حساب بکنید. خب من وقتی شعاع رو دارم 5، محیط شکل گفته از 2 شعاع و 1 کمان. ناگهان من شکل رو اگه واسه بخوام دوباره بکشم، شکل رو بکشم اینجوری که رو همین بحث کنیم ما. یک زاویه مثلا داده به این صورت، اینم طول کمان. اینجا هم به ما داده 2 رادیان، اینجا هم که آره، اینجا هم که آره. خود سوال برگشته من گفته چی؟ تو خود سوال برگشته بود گفته بود که بچه‌ها دقت کنید اینجا رو، گفته بود شعاع 5، زاویه اونم 2. همین اوابه‌ای که داریم می‌بینیم اینو من می‌گیرم 5، اینو من می‌گیرم 5، اینم برابر است با 5. حالا محیط این شکل رو می‌خواد حساب بکنیم. خب طول کمان چجوری به دست میاد؟ بچه‌ها طول کمان گفتیم ال برابر است با آر ضرب در تتا. آر شعاعی که داده به ما 5، تتا هم که در میاد 2، پس این میشه 10. این طول کمان 10ه. محیط رو می‌خوای حساب کنی، محیط میشه 20. خب یا سوالای مثل این سوال گفته اگر ستاره ای روی مسیر دایره شکل به اندازه 225 درجه دوران بکنه، مسافت 5000 پی کیلومتر را طی کرده، شعاع دایره کدام است؟ بچه ها ما اول میایم با استفاده از روابطی که داریم 225 درجه رو تبدیل میکنیم به رادیان. 225 به 180 مساوی است با آر به روی پی که از اینجا آر در میاد 5/4 پی. با استفاده از رابطه ال برابر است با آر ضرب در تتا، این رابطه رو ما داریم، میفهمیم که آر میشه ال تقسیم بر تتا. المون همون مسافت طی شده، چون ستاره داره روی یک مسیر دایره شکل حرکت میکنه، 5000 پی. زاویه همون هم که داریم 5/4 تتا، در نتیجه شعاع به دست میاد. گفته بود شعاع مسیر دایره شکل چقدره؟ شعاع در میاد 4. اما زوایای معروف رو بچه ها باید حفظ بکنن، مهمه بچه ها. چون مهمه من هایلایتش رو میکشم. زاویه 0 درجه 0، 30 درجه پی 6، 45 درجه پی 4، 60 درجه پی 3، 90 درجه پی 2، 180 پی، 270 پی 2 و 360 درجه برابر است با 2 پی. بچه‌ها اینا رو حفظ می‌کنن. حالا جلوتر نسبت‌هاش ما باید این زوایا رو حفظ کنیم. اما معرفی نسبت‌ها، من چون این مباحث مشخصه سریع عبور می‌کنم ازش. در یک مثلث قائم الزاویه اگر وتر رو به 3 در نظر بگیرم، اضلاع قائممون AB و AC. حالا ما زاویه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم زاویه بیه. من می‌خوام نسبت مثلثاتی بی رو بگم. سینوس میشه ضلع مقابل وتر، کوسینوس ضلع مجاور وتر، تانژانت ضلع مقابل به ضلع مجاور و کوتانژانت برعکس تانژانت. دیگه کوتانژانت رو آدم حساب نمی‌کنم. کوتانژانت برعکس تانژانت، پس میشه مجاور به مقابل. کوتانژانت رو نیاد خودش ویژه بررسی کنید. همیشه بگید برعکس تانژانت. مثلا در شکل مقابل اومده گفته سینوس زاویه آ برابر است با 5/8 مقدار x رو حساب بکنید. بچه ها با توجه به اینکه سینوس رو داده به من، سینوس این زاویه یا این زاویه آ، سینوس میشه ضلع مقابل به وتر. خب الان ضلع مقابلش 2x منهای 5، وترش هم x علاوه 5. پس من میام میگم سینوسش برابر است با 2x منهای 1 به روی x علاوه 5. این نسبت رو من اعمال میکنم، جای سینوس آ خود سوال 5/8 میذارم، حل میکنم، بعد از حل معادله x رو در میارم 3. یه سوال خیلی ساده بود برای نسبت مثلثاتی. چون مبحث آسونه من یه از روش عبور میکنم، چون میدونم قطعا بچهای ما انقدر قوی هستن که مواد رو بلد باشن. مثلا گفته نسبت های مثلثاتی زوایای 30 درجه و 60 درجه. نیاز نداریم ما الان بریم خیلی در مورد این زوایا بحث کنیم، خیلی کاربردی نیستن. شما فقط به عنوان نتیجه مطمئن باشید که از این طریق به دست میاد. من اگه بخوام نمیدونم ویژه تر نشون بدم، دارم اثباتش رو فقط به شما میگم. شما آخرش اینه که فقط نسبت ها رو بلد باشید. نسبتش چی میشه؟ باعث از روابط های مثلثاتی که من اینجا هست و حالا جزء در اختیارتون قرار خواهد گرفت. مثلا من الان کوسینوس زاویه 60 درجه رو مثلا درآوردم 1/2، سینوسش رو مثلا درآوردم رادیکال 3/2، تانژانتش رادیکال 3، کوتانژانتش رادیکال 3/3 یا اصطلاحا 1/3. برای سینوس هم همینطور. حالا نکته میگیریم، من جلوتر بهتون توضیح میدم. مثلا سینوس زاویه 30 درجه میشه 1/2، ضرب دری عوض میشه. کوسینوس زاویه 30 درجه میشه رادیکال 3/2 و امثال این. تو تانژانت هم همین تغییرات رو خواهیم داشت که حالا جلوتر صحبت میکنیم. اما نکتهش چی بود؟ این نکته ای که گفتم همینجا کاربرد داشت.
میگه اگر زاویه آلفای برابر بتا دو تا زاویه متمم باشن. بچه زاویه متمم یعنی چی؟ یعنی زوایایی که جمعشون بشه 90 درجه. آلفای علاوه بتا هر وقت بشه 90 درجه میگن زاویه آلفا و زاویه بتا متمم هم دیگه. سینوس این میشه کوسینوس اون، کوسینوس این میشه سینوس این، یکی تانژانت این میشه کوتانژانت اون، یکی سینوس آلفا کوسینوس بتا، تانژانت آلفا کوسینوس بتا. و ایزن میشه گفت کوسینوس زاویه آ برابر است با سینوس زاویه بتا، و همینطور میشه گفت کوتانژانت زاویه آلفا برابر است با تانژانت زاویه بتا. و به همین علت بود که من اومدم اینجا صحبت کردم، گفتم چون زاویه 30 و 60 درجه متمم هم دیگه است، سینوس 30 با کوسینوس 60 برابر با 1/2، تانژانت 30 با کوتانژانت 60 برابر با برابر است با رادیکال 3/2. این اولین نکته شاید مهمی باشه که من توی مبحث بهش اشاره داشتم. خب حالا توجه کنید، مثلث قائم الزاویه مقابل به آسانی نشان می‌دهد اندازه نسبت زاویه 45 درجه رو باید به دست بیاریم. از اینجا می‌فهمم سینوس 45 درجه رادیکال 2/2، کوسینوس 45 درجه هم رادیکال 2/2، تانژانت 45 1، کوتانژانت 45 هم 1. عبور می‌کنم از روی اینجا، اثباتش هم خیلی به دردم نمی‌خوره. یه تستی رو آورده مطرح کرده، گفته مقدار عبارت اینو به دست بیارید. بچه‌ها همین الان حفظ کردن، جای سینوس 45 درجه می‌ذارن رادیکال 2/2، جای سینوس 60 درجه مقدار رادیکال 3/2، کوسینوس 45 درجه رادیکال 2/2 و کوسینوس 30 درجه هم دوباره میفهمی که همون رادیکال 3/2ه. که اینا رو عددگذاری بکنم ببینم یه اتحاد مزدوج دست میاد، حاصل به دست میارم 1/4. تو سوال بعدی، سوالی که این مقدار شاید سخت‌تر باشه برای بچه‌ها، آده گفته سینوس 1 منهای کوسینوس 1، سینوس 2 منهای کوسینوس 2. بچه‌ها اگر اینا دقت بکنید، این لابلا، این وسطا چون از یک شروع کرده رفته تا 89 درجه، قطعا لابلاش یه جا داره سینوس 45 درجه منهای کوسینوس 45 درجه. خب سینوس 45 درجه و کوسینوس 45 درجه با هم دیگه برابرن، صفر میشه، کل عبارت رو صفر میکنه. بنابراین حاصل کل عبارت ما صفر است. عبور بکنیم بریم جلوتر. شیب، ربط شیب رو به مثلثات حالا میخواد عنوان بکنه. ببینید برای یک منو ببخشید. خب این نکته ای که حالا خیلی نمیشه گفت به مثلثات الزاما ربط داره، ولی میشه گفت جزو کاربردهای مثلثاته. هر خطی که شما داشته باشید اگر آلفا رو در نظر بگیرید چی؟ بچه من اینجا میگم تمرکز کنید، آلفا چیه؟ آلفا رو خیلی دقت داشته باشید. آلفا زاویه ایست که آن خط با جهت مثبت محور ایکس ها تشکیل میده. در نتیجه شیب خط برابر است با تانژانت زاویه آلفا. توجهش باید روی این باشه، زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور ایکس تولید میکنه. خب مثال، تانژانت زاویه‌ای که این خط با جهت مثبت محور طول‌ها میسازد چیه؟ یعنی در واقع همون تانژانتش رو میخواد دیگه، مگه نه؟ چون خط داریم 5 ایکس علاوه بر ایکس مساوی با 10، شیبی که میخوام به دست بیارم بعد ایگرگ رو تنها کنم. هر وقت بچه‌ها ایگرگ رو تنها کردید، نکنه این فرم جاییه که ایگرگ تنها شده، ضریب ایکس نشون دهنده شیبه. الان ضریب ایکس یعنی منفی 5/2 شیب ماست، پس شیب در میاد منفی 5/2. بنابراین تانژانت زاویه مورد نظرم برابر است با منفی 5/2. مثلا سوال رو مطرح کرده، گفته معادل خطی که از این نقطه بگذره با جهت مثبت محور طول‌ها زاویه 60 درجه بسازه. من الان فهمیدم که شیب برابر است با تانژانت زاویه با جهت مثبت محور طول‌ها، یعنی تانژانت 60 درجه. تانژانت 60 درجه هم که ما حفظیم رادیکال 3. از اینجا شیب رو داریم، نقطه هم که داریم منفی 1/2، معادله خط رو می‌نویسیم. ایگرگ منهای ایگرگ 0 برابر است با ام در ایکس منهای ایکس 0. این فرمولش اینا اینجا نوشته میشه. ببینید آره، فرمولش واسه تون بنویسم، ایگرگ منهای ایگرگ 0 برابر است با ام در ایکس منهای ایکس 0. بچه این فرمول نوشتن یک معادله خطه که باید مقادیر ایگرگ 0، ام و ایکس 0 رو پر کنید، ایگرگ و ایکس بمونه. من الان چون شیبو داشتم رادیکال 3، جای امش گذاشتم رادیکال 3، جای ایکسش گذاشتم منفی 1، جای ایگرگش هم گذاشتم 2. در نتیجه معادله رو خوشگل کردم، به معادله خطی که می‌خواستم رسیدم. حالا ادامه بدیم. در هر مثلث مساحت چه شکلی به دست میاد؟ بچه نها کنید، این یک رابطه یه که جلوتر حالا امروزش صحبت خواهیم کرد. ببینید گفته مساحت در هر مثلث نصف حاصل ضرب دو ضلع در سینوس زاویه بین اونهاست.
یعنی مثلا شما اینجا رو فرض بکنید، من الان اگه بخوام مساحت مثلث رو به دست بیارم چی میگفتم تو حالت هندسیمون، تو حالت هندسمون میگفتیم میشه قاعده ضرب در ارتفاع، یعنی ب سه ضرب در ارتفاع که آهاش باشه تقسیم بر دو. حالا اومده قشنگترین کاری که کرده آهاش رو به کمک نسبت‌های مثلثاتی در آورده. قبول دارید تو اینجا، قبول دارید آب تو این مثلثی که من دارم مشخص می‌کنم واسه اون وتره، پس سینوس زاویه B یا همون سینوس آلفایی که داریم مشخص می‌کنیم میشه آهاش تقسیم بر آب. پس بچه ها از اینجا متوجه میشم که آهاش برابر است با آب ضرب در سینوس آلفا. میرم بالا جایگذاری میکنم، در نتیجه اس به دست میاد. این هم واسهتون اثبات کردم، اثبات کردم که مساحت یک مثلث با استفاده از مثلثات میشه آب ضرب در ب سه، یعنی دوتا زل ضرب در سینوس زاویه بینشون، یعنی سینوس آلفا تقسیم بر دو هم که داشتیم، تقسیم بر دو. پس این رابطه حفظ میشه، مساحت برابر است با یک دوم آب ضرب در ب سه در سینوس بینشون، یعنی ازلا ضرب در سینوس بینشون. تو متوازی ازلا هم همینه، تو متوازی ازلا فقط یک دوم نداره، چون میدونیم مساحت متوازی ازلا دو برابر مساحت مثلثه. تست مثلا گفته در این متوازی ازلا یکی از ازلا دو برابر ضلع دیگری بوده، یعنی اگه یکیش x اون یکی 2x، یک زاویه‌اش هم 120 درجه است. خب ما می‌دونیم زاویه‌های مجاور هم دیگه مکمل هم دیگه، یعنی یکی زاویه ما در میاد 100 و این زاویه در میاد 180 منهای 120، یعنی 60 درجه. خب مساحت متوازی الاضلاع رو می‌خواد به دست بیاره، گفته مساحت متوازی الاضلاع 9 رادیکال 3 محیط رو به دست بیاره، پس من باید ضلع به دست بیارم. محیط رو گذاشتم، اضلاع ضرب در سینوس زاویه بینشون، درست؟ در نتیجه طبق رابطه ADA که میدونیم x، ds میدونیم 2x، ضرب در رادیکال 3 دوم ساده میکنیم و به xی که داریم برابر است با 3 میرسیم. حالا محیط رو میخواسته، محیط هم که 2x و 2x 4x 6x 3 6 تا 18 تا. خب این از درس اوله. برسیم به دایره مثلثاتی، ادامش تو همین جزوه اولمون مطرح شده. دایره مثلثاتی خیلی نیازه، یعنی کل مثلثات با همین دایره حل میشه. ویژگی‌ها رو با هم دیگه بخونیم. دایره مثلثاتی با دایره با دو ویژگی زیر در نظر گرفته میشه. مرکز در مبدا مختصات داره، یه محور مختصات دارم، مرکز دایره روی مبداش. شعای این دایره یک واحد است، این شعاع یک است. خب نمایش استاندارد زوایا در این دایره، ابتدا نیم خط OX رو به عنوان یک ضلع زاویه در نظر میگیریم. پس بچه وقتی میخوام یک زاویه رو دایره مثلثاتی در نظر بگیرم، میگم آقا این ضلعش ضلع فیکسیه، میخوای 30 درجه نمایش بدی، یه جور دیگه ضلع دومتو بکش، یه جور دیگه ضلع دومتو بکش که با این زاویه، زاویه 30 درجه رو با همون در واقع خط ثابت OX من زاویه 30 درجه رو بسازه. اون وقت اینجا میشه کمان نظیر 30 درجه و جهت حرکتمون هم بچه به حرکت عقربه های ساعته، یعنی جهت حرکت هم باید اینوری باشه. اگر شما خلافش، یعنی تو جهت ساعت حرکت بکنید، زاویه رو دارید منفی جلو میبریدش، که توضیحی که اینجا داده. خب اما زاویه های دیگر رو نگاه کنید تو دایره، مثلا زاویه 90 درجه از کجا میشه؟ بچه زاویه 90 درجه من یعنی یک ضلع ثابتم اینه، بنز 90 درجه میام تا اینجا، این میشه زاویه 90 درجه. زاویه منفی 180 از اینجا شروع میکنم، به اندازه منفی 180 میام تا برسم به اینجا، این میشه زاویه منفی 180 درجه. همیشه ارتباط بین یک زاویه و نقطه انتهای کمان روبروی آن در دایره مثلثاتی اهمیت فراوانی داره. وقتی میگم زاویه 180 درجه، شما میگه 180 درجه مثلا اینجاست دیگه، حالا به این طول کاری ندارم، نقطه انتهای اون بازه من در نظر میگیرم. در شکل مقابل مثلا میبینید نقطه B همون 90 درجه است، نقطه C هم همون منفی 180 درجه است. خب توجه کنید، در نتیجه ما میتونیم این برداشت رو داشته باشیم از مطلبمون. چی گفته؟ میگه چند نتیجه و نکته حاصل از کاربرد دایره مثلثاتی اینه. هر نقطه روی این دایره زوایای مختلف نشون میده. به عنوان نمونه B یک زاویه 90 درجه است. زاویه منفی 270 درجه هم هست، چون اگه از اینجا شروع کنم منفی 270 درجه برم بالا، اونم همینه. یا مثلا نقطه C هم زاویه 180 هم زاویه منفی 180 درجه،
یعنی یک نقطه روی این دایره مثلثاتی میتونه از تأثیر یک نقطه روی این دایره میتونه تأثیر انتهای بیشمار زاویه باشه. مثلا ما میگیم اینجا 90 درجه است، شما تا اینجا میایی 90 درجه چرخیدی، یه دو به چرخی میشه 360، باز بری جلوتر میشه 360 به علاوه 90 یعنی 450، دوباره 450 درجه هم بالاست. یه دور دیگه به چرخی مثلا میشه 720، یه 90 تا دیگه بریم روش 810 درجه هم بالاست. منظور از این نکته این بوده. اما زاویه های دیگه هم داره مشخص میکنه که من سلام میدارم، حالا اینا همه رو آخر براتون مشخص بکنم. ببینید اگر یک نقطه ای رو بخوایم رو دایره نمایش بدیم، به طور مثال فرض کنیم من این زاویه دارم صحبتشو میکنم، این انتهای کمانه، اینم خود زاویه هست. میگه هر نقطه ای که رو دایره در نظر بگیرید، این نقطه ای رو دایره قطعا یه نقطه رو محور مختصاته. x نقطه رو محور مختصات همون نشون دهنده کوسینوس زاویه است، y نقطه رو محور مختصات در واقع همون نشون دهنده سینوس زاویه است. ناگهان این نقطه اگر بخوام ایکسش رو نمایش بدم، یعنی این تیکه، این نشون دهنده کوسینوس خواهد بود. اگر بخوام این نقطه ایگرگش رو نشون بدم، ایگرگش این تیکه میشه، این ایگرگ این نقطه است، در واقع همون سینوسه. پس سینوس نشون دهنده ایگرگ، ایگرگ نشون دهنده سینوس، کوسینوس نشون دهنده ایکس، ایکس نشون دهنده کوسینوس در یک زاویه است. یا همینطور میشه بقیه نسبت ها هم تعریف کرد، مثلا تانژانت هم تعریف کرد، تانژانت میشه مثلا ایگرگ به روی ایکس، به همون علته که ما میگیم شیب خط، چون شیب خط میدونستیم تغییرات ایگرگ به روی تغییرات ایکس بود، چون شیب خط تغییرات ایگرگ به روی تغییرات ایکس، تانژانت هم تغییرات ایگرگ به روی تغییرات ایکس، میگیم شیب برابر است با تانژانت زاویه. خب حالا من اینجا خورد خورد اونم دونه دونه زاویه ها رو معرفی کردم، فکر نمی کنم لازم باشه تا اینکه برسیم به اینجا. من بذارید اول رو دایره مثلث یه دونه جنبندی بزنم، دلم نمیاد جنبندی واسهتون نزنم. این جنبندیش 0 درجه اینجاست، 90، 180، 270، دوباره 360، دور بزنیم باز به همین ترتیب، مثلا دوباره بالا میشه 450، 540، همینجوری میچرخیم همینجوری. از طرفی زاویه های منفی هم بخوایم حرکت بکنیم به همین صورته، منفی 90 درجه، منفی 180 درجه، منفی 270 درجه، منفی 360 درجه. خب خوبه که این زاویه ها رو روی یک دایره مثلثاتی بلد باشید. اما میرسیم به جلوتر به زوایایی که باید بچه‌ها حتما حفظ باشن. زوایای معروف، بهش میگن زوایای خاص. زوایای خاص چیه؟ 0 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه، 90 درجه، 180، 270 و پی دوم. یه دقیقه تمرکز بکنید روی همینجا حفظ می‌کنیم، ادامه میدیم مبحث رو با هم دیگه. خب اگر حفظ شدید عبور کنیم ازش، این مباحث مقدماتی مثلثات رو بگذاریم که بتونیم زمان بیشتری رو به بقیه مباحث از مثلثات اختصاص بدیم. نگاه کنید با توجه به دایره مثلثات و توضیحاتی که تو اونجا مطرح شد، من به یه نکته خیلی جالبی میرسم و خیلی هم کاربردی، خیلی هم بچه‌ها بهش کم لطفا یادشون میره. بچه‌ها همواره سینوس عددی است بین منهای 1 تا 1، کوسینوس هم همینطور، همیشه بین منهای 1 تا 1، اما تانژانت و کوتانژانت نامحدودن. پس اگه من بخوام یه سوالی رو حل بکنم، نمیدونم چرا معمولا بچه ها تو این تیپ سوالات خیلی دارن لنگ میزنن. گفته اگر کوسینوس آلفا بشه 1 منهای 2m به روی 3، محدوده m رو تعیین کنید. خب ما مگه صحبت نکردیم کوسینوس همواره عددی است بین منهای 1 تا 1؟ دانش آموزای عزیز، وردارید 1 منهای 2m به روی 3 رو بین منهای 1 تا 1 بذارید، چون کوسینوس بین منهای 1 تا 1، 1 منهای 2m به روی 3 بین منهای 1 تا 1، حل نامعادلی که صحبتش رو خیلی کردیم، ضرب در 3 میکنیم، طرفین رو منهای 1 میکنیم، بعدش هم ضرب در یه دونه منهای 2 میکنیم، بازه به دست میاد، جواب بازه هم میشه بازه بسته منهای 1 تا 2. تست ببین اینجا خیلی قشنگه، من اینا رو اگر با دایره مثلثاتی نرم به خطا میخورم. بچه‌ها نگاه کن، یه دایره مثلثاتی میکشم، زاویه 180 درجه کجاست؟ اینجاست. شروع میکنم میگم 270 درجه هم اینجاست، شروع میکنم از این حرکت میکنم میرم جلو. بچه‌ها هر چقدر که دارم میرم جلو، مثلا تو این نقطه باشم سینوسش اینجاست، برسم به این نقطه سینوسش اینجاست، برسم به این نقطه سینوسش اینجاست،
اگر از 180 شروع کنم با سرعت یک نواخت حرکت کنم بیام برم به 180، از 180 حرکت کنم برم برسم به 270، سینوس تو چه بازه ای تغییر میکنه؟ سینوس توی این بازه تغییر میکنه. خب ما که میدونستیم اینجا صفره، میدونستیم اینجا منهای یک رو دایره مثلثاتی، پس برای همین میگیم بچه اگر اینو من بهتر خط بزنم، خودم نمیشتم ولی قبولش ندارم، اینو خیلی قبولش ندارم من. ما با اصلا دایره مثلثات اینو فهمیدیم، چون میگم x بین 180 تا 270 باشه، جفتش هم مساوی داره، سینوس آلفا بین منهای یک تا صفر میشه. میدونید چرا انقدر اصرار دارم هی با اینا نگاه نکنید بهش، با دایره در بیارید؟ به طور مثال فرض کنید من تو همین شکل خب از 180 شروع میکردم میرفتم تا 360 درجه، سینوس چه تغییری میکرد؟ اگر میخواستم طبق این برم جلو، 180 سینوسش صفر بود، 360 هم سینوسش صفر بود، میخواستم بگم مقدار سینوس بین صفر تا صفره، نه دیگه. اون وقت بعد اینجوری میگفتیم، میگفتیم آقا وقتی از اینجا حرکت میکنی میای تا پایین، این از میاد تا منفی یک، وقتی اینجا حرکت کنی به تا 360 درجه دوباره برمیاد میره رو صفر، باز بازیش همین خواهد بود. به طور مثال پس من اینو میگم، میگم اگر زاویه آلفا ما بین 180 درجه تا 270 تا 270 گفتیم نه دیگه تا 360 تا 360 درجه حرکت بکنه، سینوس زاویه آلفا هم بین چند تا چند خواهد حرکت کرد؟ بین منهای یک تا صفر حرکت خواهد کرد. این منهای یک، این هم صفر، جفتش هم مساوی میذارم. علمو زیر سوال نبرید. خب پس در نتیجه چون x ما بین 180 تا 270 درجه است، سینوس بین منهای 1 تا 0، عبارت رو بین منهای 1 تا 0 میذارم، نمادله رو حل میکنم. نواحی چهارگانه رو حالا میخوام توضیح بدم براتون. نواحی چهارگانه تو دایره مثلثاتی چیه؟ ببینید ما یک دایره مثلثاتی داریم، ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم. ناحیه اول بین 0 تا 90، ناحیه دوم بین 90 تا 180، ناحیه سوم بین 180 تا 270 و ناحیه چهارم بین 270 تا 0 درجه است. اما میخوایم مشخص کنیم که تو همه اینا هر کدوم کیا مثبتن کیا منفیان. من فقط حرف از مثبت ها میزنم، اینجا همه مثبتن، اینجا سینوسه که مثبته، اینجا تانژانت و کوتانژانته که مثبته، اینو بذاریم مثلا تانژانت و کوتانژانته که مثبته، و این ناحیه چهارم کوسینوسه که مثبته، درست؟ پس برای همین بهش میگیم هستک، تحت عنوان هستک میشناسیمش. من اینجا حالا یه مقدار ویژه‌تر اومدم صحبت کردم. هر نسبت مثلثاتی دقیقاً در دو ناحیه مثبت است. سینوس در ناحیه اول دوم، کوسینوس در ناحیه اول چهارم، تانژانت و کوتانژانت در نواحی اول و سوم. بقیه جاها هم همه منفی هست. یه نکته هم که داره اینه. تانژانت میگه برای من باز با دایره بتون نمایش بدم. میگه تانژانت بچه‌ها محور تانژانت این محوره، این محور تانژانته. تانژانت تو این دوتا زاویه تعریف نمیشه چون موازی این خط میشه. این بالاها رو چه شکلی تعریفش میکنن؟ این بالا رو تعریف میکنن مساد منفی پی دوم یا مساد منفی سه پی دوم. اما من میخوام همینو آخرش جنبندی واسه تون بکنم. روند افزایش و کاهش حفظ میکنن. سینوس تو ناحیه اول و چهارم افزایشی، تو دوم سوم کاهشی. کوسینوس اول و دوم کاهشی، سوم و چهارم افزایشی. تانژانت در تمام نواحی افزایشی، کوتانژانت در تمام نواحی کاهشی است. خیلی نکات مهمیه، یعنی ساده از کنار اینا واقعا نگذرید، اصلا ساده نگذرید از کنار اینا. خب من این تستم بخوام صحبتشو بکنم بعد میرم. گفته چه تعداد از رابطه‌های زیر درسته، چه تعداد نادرسته. ما نادرسته شما می صحبت کنیم، چون سینوس در ناحیه اول افزایشی است، نامساوی این نادرست است. آقا افزایشی گفتیم دیگه، 37 بزرگتره بچه ها، 37 بزرگتره یا 57؟ میگم 57، پس باید سینوس 57 بزرگتر باشه. کوسینوس گفتیم تو ناحیه اول کاهشیه، 29 بزرگتره یا 39؟ 39 بزرگتره، پس باید کوسینوس این بزرگتر باشه، پس این چیزی که عنوان کرده درسته. و بعد دیگه چی؟ دو طرف نامساوی فلان و فلان، سینوس و کوسینوس. میگه جفت طرفین رو بر کوسینوس 44 تقسیم میکنم.
تقسیم بکن، این وقت بر کسینوس 44 میشه 1، این وقت بر کسینوس 44 تقسیم بشه میشه تانجات 44. جای 1 میشه نوشت تانجات 45 درجه. ببین درسته یا نه؟ این نامساوی هم درسته، چون گفتیم تانجانت همیشه روند افزایشی داره. 45 بزرگتره یا 44؟ میگم 45 بزرگتره، پس تانجانتش هم بزرگتره. من یه جنبندی از رو شناخت دایره بخوام براتون بزنم، میرسم به این که اینو تعریف کنم واسهتون. بچه‌ها خواهش که میکنم بین من و شما قرار داد، این مبحث خیلی مهمه. ببینید تو دایره مثلثاتی بذار خوشگل بکشیم. آها خب بچه ها، این زوایا مثل 0 و 360 رو میگن مضرب زوج پی، مضارب زوج پی. خب ما تو ریاضی مضارب زوج با چی نمایش میدیم؟ با دو کا. پس اینجا میشه دو کا پی. مضارب فرد با چی نمیشون میدیم؟ اینجا مضارب فرد پی میشه، مثل 1 پی، 3 پی، 5 پی. ما تو ریاضی بذار بنویسم اول، اینجا میگن مضربه، اینجا رو میگن مضربه فرد پی. ما تو ریاضی مضربای فرد رو با دوکای به علاوه یک نمایش میدیم، پس اینجا میشه دوکای به علاوه یک پی. بالا بچه زوج یه نیم پی هم اضافه میشه، بالا میشه زوج و نیم پی، زوج و نیم پی. پایینو میگیم فرد و نیم پی، فرد و نیم پی. خواهشن اینو خوب بلد باشید. به این دوتا میگن زوایای اصلی، این اصلی، اینم اصلی. به این دوتا بالا و پایینیه میگن فرعی، این فرعیه، اینم فرعیه. بچه اگر بخوام اصلی ها رو همزمان با هم نام ببرم، میگم اصلی و فرعی همزمانش بهش میگن کاپی. اگر بالا پایین رو بخوام همزمان نام ببرم میگن کاپی به علاوه پی دوم. این دایره از این تعبیر خوب بلد باشید. ادامه بدیم. حالا این درسنامه اولش بود که در واقع اومد تعریف مثلثات رو زد. برسیم به جزوه دومش که بحث روابط مثلثاتی. خب ببینید ما روابط ها رو چیا رو داریم. اولین روابطی که داریم، من فقط هایلایت کنم مهماشو، بنابراین اثباتشو کار نداریم. سینوس تو به علاوه کوسینوس تو میشه 1، اثباتش که خیلی به اون کاری نداریم. همچنین با استفاده از یه رابطه دیگه ای میخوایم ثابت کنیم 1 به علاوه تانژانت 2 میشه 1 بر کوسینوس 2 که میشه اثباتش کرد. باز ما به این کاری نداریم، عبور میکنیم از اینا، اثباتش مهم نیست. اینجا که من اهمیت اینجا رو میخوام بگم، این رابطه باید حفظ شه. اولین رابطهش میگیم سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 مساوی با 1 که بهش میگن اتحادهای مثلثاتی، و در نتیجهش کوسینوس 2 میشه 1 منهای سینوس 2، سینوس 2 میشه 1 منهای کوسینوس 2. تعریف تانژانت و تعریف کوتانژانت داریم. تانژانت سینوس بر کوسینوس، کوتانژانت کوسینوس بر سینوس. یه رابطه مهم دیگه داریم، ضرب تانژانت ها برابر است با 1. رابطه مهم بعدی 1 به علاوه تانژانت 2 مساوی است با 1 بر کوسینوس 2، و 1 به علاوه کوتانژانت 2 مساوی است با 1 بر سینوس 2. من یه توضیح بدم بچه‌ها، رابطه اولی که ببینید پول ارتباطی بین سینوس کوسینوس، یعنی هر وقت تو یک مسئله مثلثاتی خواستی از سینوس به کوسینوس برسی یادمون بیفت پول ارتباطی بین سینوس و کوسینوس، پول ارتباطی بین تانژانت و کوتانژانت، عکس هم دیگه خیلی واضحه، پول ارتباطی بین تانژانت و سینوس کوسینوس. اگر برای به دست آوردن تانژانت یک معذرت میخوام یک مقدار سینوس یا کوسینوس رو داشتیم، باید بریم استفاده از رابطه پایین انجام بدیم، یعنی 1 به علاوه تانژانت 2 بره مساوی است با 1 بره کوسینوس 2، زمانی که یکی از نسبت‌های سینوس یا کوسینوس رو داشتیم. ولی اگه هر زمان هر جفتش رو داشته، هم سینوس داشته هم کوسینوس رو داشتیم، از تعریف اصلیش استفاده می‌کنیم که به مراتب کار ما راحت‌تره. خب بریم مثال حل بکنیم.
مثال اومده گفته اگر تانژانت تتا برابر است با 3 به روی رادیکال 5 مقادیر کوسینوس و سینوس رو حساب کنید. ببینید چون من جفتش ندارم میخوام تک تک به دست بیارم، از رابطه‌ای که یادم میفته رابطه 1 علاوه تانژانت مساوی 1 به روی کوسینوس 2. پس در نتیجه میذارم 1 علاوه تانژانت میشه 1 به روی کوسینوس 2. تانژانتی که دارم جایگذاری میکنم، ساده میکنم، بعد از ساده کردن 1 به روی کوسینوس 2 میشه 14 پنجم و در نتیجه اگر بخوام کوسینوس رو دست بیارم میشه مساوی منفی رادیکال 5 چهاردهم. فقط دقت کنید، حالا اگه میخوای سینوس رو به دست بیاری میتونی از تعریف استفاده کنی یا نه میتونی از رابطه بین سینوس و کوسینوس استفاده کنی. کوسینوس دارم، سینوس میشه 1 منهای کوسینوس رو جایگذاری میکنیم، سینوس در میاد مساوی منفی 3 رادیکال 14 چهاردهم. مثال بعدی اومده گفته 1 بروی سینوس 2 منهای 1 ضرب در 1 بروی کوسینوس 2 منهای 1. خب طبق اتحادهایی که الان حفظ کردیم 1 بروی سینوس 2 در واقع 1 به علاوه تانژانته که منهای 1 کنم 1 میره. پس چی میمونه؟ فقط میمونه، حالا من اینجا باز شده شو بودم ناکن به این صورت نوشتم که مخرج مشترک گرفتم حلش کردم. پنه راه قشنگترش همونی که اتحادها رو بلد باشیم، میگیم 1 بروی سینوس 2 در واقع میشه 1 به علاوه کوتانژانت به توان 2 که با 1ش میره. پس اولیش میشه کوتانژانت x، کوتانژانت حالا تتا، اون یکی هم که دقیقا مشابه همین 1 بروی کوسینوس 2 میشه 1 به علاوه تانژانت 2 و 1 به علاوه تانژانت 2 با منهای 1 1 با هم دیگه میره میونه تانژانت 2. کوتانژانت ضرب در تانژانت هم که چند بچه‌ها 1. پس گزینه 1. این راه ساده تری بود ولی راهی که هم اینجا هستش هم میبینید به صورت مخرج مشترک گیری. خب بعدی رو نگاه کنید، گفته اگر آلفا بین 270 تا 360 درجه باشه رابطه رادیکال تانژانت 2 بروی 1 علاوه تانژانت 2 چی میشه؟ من برای اینکه رابطه بنویسم میام تانژانت رو باز میکنم، می‌نویسم سینوس 2 بروی کوسینوس 2 1 به علاوه تانژانت 2 رم که فرمول حفظم میشه 1 بروی کوسینوس 2. کوسینوس 2 با هم دیگه تو مخرج ساده میشه، میشه رادیکال سینوس 2 قدر سینوس. فقط حالا دقت کنید توضیحی که اینجا آورده، گفته چون آلفا در ربع چهارم است، زاویه آلفا بین 270 تا 360 درجه است، یعنی تو ربع چهارم سینوس منفی، ولی ما چون قدر مطلق میگیریم پس حاصلش رو باید بذاریم منفی، چون سینوس منفیه این میشه منفی سینوس آلفا. در نتیجه گزینه درست گزینه 3. سوال بعدی گفته سینوس ضرب در کوسینوس منفیه. بچه اینی که داره واسمون مشخص میکنه یعنی داره عملا بهمون ناحیه مثلثاتی رو داره میده. ناحیه مثلثاتی داره میده یعنی چی؟ ببینید سینوس و کوسینوس مختلف علامتن. کدوم نواحی ویژگی دارن که سینوس با کوسینوس ناحیه‌اش علامتاش فرق بکنه؟ من میگم ناحیه دوم و ناحیه چهارم این ویژگی رو داره. ببینید تو ناحیه دوم سینوس مثبت کوسینوس منفی، تو ناحیه چهارم سینوس منفی کوسینوس مثبت. اما حالا کدومش، دوم یا چهارم؟ این یکی رابطه رو باز میکنیم، این یکی رابطه چی میشه؟ این یکی رابطه رو نگاه کنید میشه 1 به علاوه تانژانت 2 برابر است با 1 بروی کوسینوس 2 که این رابطه رو میدونیم میشه 1 بروی کوسینوس 2. قدر مطلق میذارم، قدر مطلق کوسینوس شده خودش، یعنی قدر مطلق کوسینوس با خودش برابره. پس چه تعبیری داره؟ با استفاده از تعریفی که تو قدر مطلق داریم وقتی قدر مطلق کوسینوس مثبته یعنی خودش رو باید بنویسیم. پس چون خودش رو نوشتیم ما میفهمیم که کوسینوس مثبته. کوسینوس تو کدوم ناحیه مثبته؟ ناحیه چهارم. پس جواب ما میشه جواب ناحیه چهارم. خب مشابه همین دوباره تست کنکور سال 98 یه دونه تست کنکور بزنیم جگرمون حال بیاد. بچه ها گفته x تو ناحیه سوم قبول، چون سن 180 تا 270. حالا حاصل این مطلب میخواد به دست بیاره. من به جای 1 علاوه تانژانت 2 الان بارها استفاده کردم میشه 1 بروی کوسینوس نوشت. 1 بروی کوسینوس چون ناحیه سوم هم هست منفیه، پس قدر مطلق رو برمی‌دارم منفی میذارم، این برای کوسینوسش. حالا اینجا سینوس 45 درجه که میدونیم میشه رادیکال 2 دوم به توان 2 برسونیم میشه 1 دوم، ضرب در 2 کنیم میشه 1. پس این میشه 1 منهای سینوس 2. حالا اینو بخوایم ضرب بکنیم این میاد تو این ضرب میشه منفی 1 بروی کوسینوس x، کوسینوس هم تو سینوس ضرب بشه، به جای 1 منهای سینوس 2 نوشتیم کوسینوس 2. ضرب رو که انجام بدیم حاصل میشه منفی کوسینوس x. تست کنکور سال 98 خیلی راحت گزینه 3. اصلا این حال میده میزنین گزینه 3 رو. ببینید فکر کنم کمتر از 1 دقیقه هم زمان میگرفت، تست خیلی سنگین نبود. بچه‌ای که میخوان مثلث حذف کنن اصلا این کارو ندید، نکنید، خیلی راحت سوالاش حل میشه.
سوال بعدی گفته سینوس تتا به علاوه کوسینوس تتا مساوی است با یک پنجم. حاصل تانژانت به علاوه کوتانژانت رو میخواد. خب چون سینوس به علاوه کوسینوس داده بود یک، من میام طرفین رو توان دو میرسونم. چرا توان دو؟ چون یکی از اتحادهایی که خیلی مهمه واسه ما ضرب سینوس ضرب در کوسینوس. وقتی توان دو برسونی اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی. چون میدونیم سینوس دو به علاوه کوسینوس دو برابر است با یک، پس این یک رو میبرم از اون یک بیس پنجم کم میکنم، سینوس تتا در کوسینوس تتا یه دو هم تقسیم بشه، در میاد منفی دوازده بیست و پنجم. حالا چون تانژانت به علاوه کوتانژانت رو میخوایم، به جای کوتانژانت می‌نویسم یک به دو تانژانت، من خرج مشترک گیری میکنم، ساده میکنم، میشه یک به دو سینوس ضرب در کوسینوس. سینوس ضرب در کوسینوس هم که داریم منفی 12 25 رو جایگذاری میکنم، میشه منفی 25 12. این سوالی حالا بقیه شما بذارم بمونه، شما حتما خودتون که جزوه رو میخونید برای این مباحث راه‌های خیلی شفاف و واضحی نوشتم، واقعا میتونید استفاده کنید و لذت ببرید. اما زاویه قرینه رو توضیح بدم. سینوس منفی تتا، بچه ها نکته‌ای که ما اینجا داریم، میگیم کوسینوس منفی رو میخوره، اما سینوس، تانژانت و کوتانژانت منفی رو نمیتونن بخورن. ناکن اینجا سینوس منفی رو نتونست بخوره، پس زد آورد بیرون، ولی کوسینوس منفی رو خورد. تانژانت منفی رو نمیتونه بخوره، اینا پس میزنه میندازتش بیرون. کوتانژانت منفی رو نمیتونه بخوره، اینها پس میزنه میندازتش بیرون. فقط کوسینوسی که میتونه منفی رو بخوره. اینا در مورد زاویه قرینه. خب علتش هم که ناکنید، حالا با کمک شکل نمایش شدم، چون گفتم زاویه چه مستطیلش چه قرینه باشه، مقدار کوسینوسش یه مقدار مشخصیه. اینا این مقدار کوسینوسشه، چه زاویه مثبت باشه چه قرینش باشه، مقدار کوسینوسش ثابته، اما بقیه چیزاش چون سینوس تغییر میکنه، سینوس قرینه این سینوس میشه، در نتیجه تانژانت تغییر میده، کوتانژانت هم تغییر میده. ارتباط بین نسبت های تتا و منفی تتا باید همیشه تو ذهن بمونه، خیلی مهمه. حالا سوال ناکن گفته اگر نقاط فلان و فلان روی نمودار قرار داشته باشن، ا به علاوه ان چی میشه؟ بچه‌ها چیکار میکنن؟ بچه‌ها میان میگن آقا منهای 0 و منهای 2 رو تابع قرار داره، جایگذاری میکنن، کوسینوس 0 رو حفظن، سینوس 0 هم سینوس 0 هم حفظن، در نتیجه جایگذاری میکنن، اینجا ام در میاد منفی 2، میرم اون یکی نقطه رو میذارم، منفی پی دوم سم رو نمودار قرار داره، پس جای ایکس اش میذارم منفی پی دوم، جای ایکس در میاد منفی پی دوم، حاصلش باید بشه 3، پس 3 مساوی است با m ضرب در کوسینوس منفی پی دوم منهای n ضرب در سینوس منفی پی دوم. الان میدونیم کوسینوس منفی رو میتونه بخوره، پس مشابه کوسینوس پی دوم، کوسینوس پی دوم 0. اینجا سینوس میدونیم منفی رو نمیتونه بخوره، این منفی رو پس میذاره میندازتش بیرون، این منفی که اینجا وجود داره میاد توی این منفی که اینجا وجود داره ضرب میشه، مثبت میشه، میشه سینوس پی دوم. سینوس پی دوم هم یک، برای همین نوشته میشه اینجا n، در نتیجه از پایینم n رو من به دست میارم، m رو در بوده بودم منهای 2 میذارم اینجاش. خب حالا بحث 180 درجه، بچه ها ناکن نسبت های کاپی به علاوه کاپی به علاوه تتا، اینا کاربردش چیه؟ ببین سوالی میرسید مثلا میگه سینوس 4 پی به علاوه آلفا، ما باید اینو بفهمیم چیه، باید ببینیم حاصلش چی میشه. کاپی به علاوه تتا، حواستون باشه این کایی که داره اینجا عنوان میکنه این کا عدد صحیحه. محاسبه این نسبت ها طبق مراحل زیر انجام میشه. اول کمان کاپی و علامت تتا رو حذف میکنیم. پس من اینو حذف میکنم، علامتش هم حذف میکنم. چی رو مینویسم؟ خود زاویه رو مینویسم. نوع نسبت مثلثاتی رو تغییر نمیدهیم. چرا؟ چون این زاویه زاویه اصلیه. بچه ها هر وقت این زاویه‌ای که عنوان کردن زاویه اصلی بود، نسبت مثلثاتی تغییر نمیکنه. پس چون اونجا سینوس بود، منم اینجا برمیدارم سینوس رو مینویسم، سینوس آلفا. با توجه به ناحیه‌ای که انتهای کمان در آن قرار دارد، جواب نهایی رو علامت گذاری میکنیم. الان 4π تو دایره مثلثاتی 4π کجاست؟ بچه 4π ناحیه اول دیگه، وقتی به علاوه آلفا میکنی میشه ناحیه اول، درست؟ سینوس تو ناحیه اول مثبت، بر هم حالات مثبت واسش جایگذاری میکنه. خب ادامه بدیم. مثلا یه مثالی از همین مورد اومده، گفته نسبت های مثلثاتی زاویه 2π منهای آلفا را بر حسب آلفا حساب بکنید. ببینید بچه ها 2π منهای آلفا، من چند تا تمرین بکنم بچه ها یاد بگیرن. آقا 2π منهای آلفا کجاست؟ یه دایره مثلثاتی میکشم،
میگم 2π منهای آلفا، 2π اینجاست، منهای آلفا میفته تو ناحیه چهارم، پس کمال 2π منهای آلفا ناحیه چهارمه. تو ناحیه چهارم سینوس منفیه، پس منفی رو میذارم. چون 2π زاویه اصلیه، گفتیم کاپی زاویه اصلیه، 2π زاویه اصلیه، جنس مثلثاتی عوض نمیشه، همون سینوس آلفا رو مینویسم. در مورد کوسینوس ناحیه چهارمه، کوسینوس تو ناحیه چهارم مثبته، مثبتش رو میذارم. 2π چون زاویه اصلیه جنس عوض نمیکنه، همون کوسینوس آلفا مینویسم. تانژانت 2π منهای آلفا دوباره تو ناحیه چهارمه، تانژانت تو ناحیه چهارم منفی، منفیش رو میذارم. چون 2π زاویه اصلیه جنس عوض نمیکنه، همون تانژانت آلفا. در مورد کوتانژانت هم همینطور، کوتانژانت 2π منهای آلفا دوباره ناحیه چهارمه، چون ناحیه چهارم کوتانژانت منفیه، من منفی رو اعمال میکنم. حالا چون زاویه 2π زاویه اصلی جنس کوتانژانت عوض نمیشه، همون کوتانژانت آلفا رو مینویسم. این چیزیه که تو کتاب درسی به عنوان حفظ کردنی آوردم. مثال رایجش هم این مثاله. مثال رو دقت کنید. ببینید تانژانت 7 پی سوم به علاوه تانژانت 5 پی سوم، تانژانت 4 پی سوم، تانژانت 2 پی سوم. من این زوایا رو میام میشکونم. همه رو با استفاده از پی سوم میشه شکوند. مثلا 7 پی سوم رو میشه نوشت 2 پی به علاوه پی سوم. 5 پی سوم رو میشه نوشت 2 پی منهای پی سوم. 4 پی سوم میشه نوشت پی به علاوه پی سوم. 2 پی سوم میشه نوشت پی منهای پی سوم. همه بر اساس پی سوم نوشته شد. حالا میرم پر میکنم. ببین تانژانت اینجا ناحیه چندمه؟ 2π. 2π ما کجاست میدونیم؟ آره 2π سمت راسته، به علاوه آلفا میشه ناحیه اول. تانژانت تو ناحیه اول مثبته، پس مثبت میذارم. چون زاویه هم زاویه اصلیه جنس تغییر نمیکنه، همون تانژانت π سوم مینویسم. این یکی. 2π منهای π سوم، 2π منهای π سوم میشه ناحیه چهارم. ناحیه چهارم چه اتفاقی میفته؟ بچه ها تانژانت تو ناحیه چهارم منفیه، پس من منفیشو میذارم. و چون 2π زاویه اصلیه تانژانت رو عوض نمیکنه، همون تانژانت π سوم میذاره. بعدیش تانژانت π به علاوه π سوم، π سمت چپه، به علاوه π سوم میفته تو ناحیه سوم. تانژانت تو ناحیه سوم مثبت، مثبتشو من میذارم. و چون π زاویه اصلیه جنس رو عوض نمیکنه، همون تانژانت π سوم مینویسم. بعدیش تانژانت π منهای π سوم، π منهای π سوم میفته تو ناحیه دوم. تو ناحیه دوم تانژانت منفیه، پس من منفیش رو میذارم. منفی رو که گذاشتم، حالا میگم چون π زاویه اصلیه جنس رو عوض نمیکنه، در نتیجه همون تانژانت رو میذارم، همون تانژانت π سوم گذاشتم. در نتیجه اینجا میبینم با هم دیگه ساده میشه، جمع میکنیم میشه صفر. اینجا مثلا مثال رایجیه. مثلا الان آقا این یکی سوال زوایا رو دادی که ما حفظ نیستیم، مثلا 330 درجه رو کسی بلد نیست، اما 330 درجه رو بچه ها میتونید بنویسید. همیتونید بنویسید 270 به علاوه 60 هم میشه نوشت 360 منهای 30. من تمایلم به کدومه؟ من تمایلم به اینه که به کمک زاویه های اصلی بنویسم. یعنی من 330 رو بیشتر دوست دارم بنویسم 360 منهای 30. 270 به علاوه 60 چون 270 فرعیه دوست ندارم اینجوری بنویسم. پس 330 رو بچه ها من چی در نظر میگیرم؟ میگیرم 360 منهای 30. تانژانت 120 چی؟ 120 رو بچه هم 90 به علاوه 30 میشه نوشت، هم 180 منهای 60. من 180 منهای 60 رو بیشتر دوست دارم، چون زاویه اصلی دوست دارم بنویسم. می‌نویسم 180 منهای 60، سینوس 45 هم که سر جای خودش. حالا بخوام نسبت اینو به دست بیاریم، نگاه کنید 360 ناحیه سمت کدوم بره؟ چپ راست بالا پایین؟ میگیم سمت راست. منهای 30 میشه ناحیه 4. تو ناحیه چهارم کوسینوس مثبت، پس من مثبتش رو میذارم. چون 360 زاویه اصلی جنس عوض نمیکنه، همون کوسینوس 30 رو مینویسیم. بعدیش تانژانت 180 منهای 60، 180 چپ راست بالا پایین، میگیم سمت چپه، منهای 60 میشه تو ناحیه دوم. تانژانت تو ناحیه دوم منفیه، برای همین من میام منفیشو میذارم. منفی رو که گذاشتم، حالا میگم 180 زاویه اصلی، پس جنس عوض نمیکنه، همون تانژانت 60 رو مینویسم. سینوس 45 درجه هم که نوشتیم، حالا مقدارها رو حفظیم. کوسینوس 30 درجه رادیکال 3 دوم، تانژانت 60 درجه رادیکال 3، سینوس 45 درجه هم رادیکال 2 دوم. این سه تا عدد رو با هم دیگه مخرج مشترک میگیریم، حاصل میشه 2 منهای رادیکال 3 دوم. تست بعدی هم همینطور. اگه موافق باشید من فقط یه مقدار روش مکس کنم تا دانش آموزا نگاه کنن و مطلب ببینن. مثلا 58 پی 6 شما نوشتیم 10 پی منهای پی 3 بوم، 58 پی 6 هم 10 پی منهای پی 3 بوم، و بعد ادامه ماجرا. خب
اینجا هم همینطور. تست کنکور سراسری سال 98. آقا 11 پی 4 رو چه شکلی بشکنم؟ آقا چند تا 4 توش میتونی بکشی بیرون؟ بشکن. دانش آموز میگن 2 تا 4. دمت گرم. نمیتونی بنویسی 12 پی 4 منهای پی 4؟ این که قشنگ‌تره که. پس من 11 پی 4 رو مینویسم 12 پی 4. نگاه کنید. پس من تانژانت 11 پی 4 رو می نویسم تانژانت 12 پی 4 منهای پی 4 که 12 پی 4 نوشتم پی 3 پی منهای پی 4. 15 پی 4 چی میشه نوشت بچه ها؟ 15 پی 4 رو میشه نوشت سینوس 16، میشه نوشت 16 پی 4 منهای پی 4. درست؟ پس برای همین 16 پی 4 من نوشتم 4 پی منهای پی 4. 13 پی 4 چی میشه نوشت؟ 13 پی 4 رو میشه نوشت دوباره عین همین، بنویسیم کوسینوس 12 پی 4 به علاوه پی 4. درست؟ که 12 پی 4 میشه نوشت 3 پی به علاوه پی 4. حالا بریم اینو ساده کنیم. ناحیه چندمه؟ 3 پی چپ راست بالا پایین سمت چپه. منهای پی 4 ناحیه دوم. تانژانت تو ناحیه دوم منفی منفی رو میذارم، تانژانت پی 4 رو مینویسم. جنس هم عوض نمیشه چون زاویه زاویه اصلیه. ببین همه اینا زاویه اصلیه، جنساش عوض نمیشه. بعدی سینوس 4 پی منهای پی 4. 4 پی 4 کجاست؟ سمت راست. چون زوجه. منهای پی 4 میشه ناحیه 4. سینوس تو ناحیه 4 منفیه 4 پی 4 میشه ناحیه 4. درست؟ سینوس تو ناحیه 4 منفیه، من منفیشو اعمال میکنم و چون 4 پی زاویه اصلیه خودشو می‌نویسم، همون سینوس پی 4، جنس عوض نمیشه. ضرب داره این یکی. 3 پی به علاوه پی 4 چپ راست، میگم سمت چپ منه، سه پی سمت چپه، به علاوه پی 4 میشه ناحیه سوم، کوسینوس تو ناحیه سوم منفیه، منفیشو میذارم و چون سه پی زاویه اصلی ماست جنس کوسینوس عوض نمیشه، همون کوسینوس پی 4 مینویسم. حالا ساده میکنم، ساده کردنش بشه صورتی میشه حفظم دیگه. تانژانت 45 درجه رو میشه 1، پس این میشه منفی 1، منفی رادیکال 2 دوم، ضرب داره منفی رادیکال 2 دوم که مقدارش برابر است با منفی 1 دوم. تست کنکور سراسری سال 98. واقعا اگه جزوه رو دقت میکردید سوال سختی بود، به خدا که سوال سختی نبود. حالا ما تا الان داشتیم نسبت ها رو در مورد نسبت های مثلثاتی صحبت میکردیم که زاویه هاش عموما به صورتی بود که زاویه اصلی حالا به علاوه یا منهای آلفا، الان میشه زاویه فرعی به علاوه منهای تتا. فرقش چیه؟ این همونه. یعنی بعد اول بیای ناحیتو تشخیص بدی، علامتتو بذاری، بعد از اینکه علامتتو گذاشتی قدم دومت بعد با توجه به کاپی دوم جنس عوض کنی. یعنی چی جنس عوض بشه؟ سینوس به کوسینوس، تانژانت به کوتانژانت و برعکس. یعنی اگه کوسینوس داشتی کوسینوس به سینوس، اگر کوتانژانت داشتی کوتانژانت به تانژانت تبدیل میشه. بریم یه دونه مثال توضیح بدم از روش. یه مثال میزنم و اکتفا میکنم به مثال. مثلا کوسینوس 3 پی دوم منهای آلفا. بچه تو دایره مثلثاتی 3 پی دوم کجاست؟ میدونن 3 پی دوم اینجاست. منهای آلفا میشه ناحیه چندم؟ ناحیه سوم. پس این ناحیه سوم قرار داره. چون ناحیه سوم من منفیشو میذارم. نگاه کنید اینجا منفی برای همین گذاشته. حالا چون این زاویه‌ای که ذکر کرده زاویه فرعی جنس کوسینوس عوض میشه و اینجا هم گفتیم کوسینوس به سینوس تبدیل میشه، برای همین جنس کوسینوس عوض میشه، میشه سینوس زاویه آلفا. سینوس زاویه آلفا هم که خود سوال داده 3/5، جواب در میاد منفی 3/5. من از رو مثال‌های اینجا عبور میکنم چون تقریبا دیگه نکته خاصی نداره، فقط همین هی داره تمرین میکنه. برسیم به یه حالت ویژه که اینو اول درس نامه هم توضیح دادم. اگر دو تا زاویه متمم همدیگه باشن جمعشون بشه 90 درجه، سینوس این کوسینوس اون یکیه، کوسینوس این سینوس اونه، تانژانت این کوتانژانت اون یکیه، کوتانژانت این تانژانت اون یکیه. مثل مثلا سینوس 20 کوسینوس 70، کوسینوس 40 سینوس 50، تانژانت 25 کوتانژانت 65، چون جمعشون میشه 90 درجه. اما مثلا این جو تیپ مسائل زیاد مطرح میشه تو کنکور. میگه 3 تا سینوس 7x علاوه 5 تا کوسینوس 3x برای 3 تا سینوس 7x علاوه کوسینوس 3x. نگاه کن چیکار میکنه. با توجه به اینکه گفته x بذار پی 20، من جای x بذارم پی 20 میشه مثلا 7 پی 20، مثلا یکی میشه 3 پی 20.
توجه کنید، گفته آقا 7x به علاوه 3x میشه 10x، 10x هم که ضرب در پی بیستم بکنیم میشه پی دوم. پس 7x و 3x متمم هم دیگر، چون متمم هم دیگر سینوس 7x همون کوسینوس 3x. پس جای سینوس 7x بذارم کوسینوس 3x، بالا میشه 8 تا کوسینوس 3x، پایین میشه 4 تا کوسینوس 3x. کوسینوس 3x با هم دیگه خط میخورن، 8 چهارم میشه 2. تست آسون بود. تست بعدی یه دقیقه بچه ها تمرکز کنن. کوسینوس 80 داده چقدر؟ 2 دهم. خب بچه من الان اینجا اگه بخوام بنویسم همه رو بر اساس 20 درجه، مثلا 260 درجه رو چیکار میکنم؟ بر اساس 10 درجه می‌نویسم. معذرت میخوام. کوسینوس 260 رو می‌نویسم 270 منهای 10، 550 رو می‌نویسم 540 به علاوه 10، 80 رو می‌نویسم 90 منهای 10، 730 رو می‌نویسم 720 به علاوه 10. تغییرات رو اعمال می‌کنم، همه بر اساس 10 میاد. چون کوتانژانت 80 درجه رو داده 2/10، من از تو خاصیت زوایای متمم میفهمم که تانژانت 10 درجه هم اینم در میاد 2/10. پس این رابطه ای که من دارم باید به صورت تانژانت درش بیارم. چه شکلی اون رابطه به صورت تانژانت در بیارم؟ میگم بچه ها کاری نداره که هم صورت هم مخرج رو تقسیم بر یه دونه کوسینوس کن. تقسیم بر یه دونه کوسینوس 10 درجه بکنم، سینوس میشه منفی تانژانت 10، چون سینوس بر کوسینوس میشه تانژانت. اون کوسینوس 10 عبه میره، پس میشه به علاوه 1 برویه. اینجا رو تقسیم بر یه دونه کوسینوس 10 بکنم میشه 1، اینو تقسیم بر یه دونه کوسینوس 10 بکنم میشه تانژانت 10 درجه. حالا 2/10 میام توش جایگذاری میکنم، این میشه منفی 2/10 میشه 8/10، اینجا میشه 1.2/10، یا اصطلاحاً همون 8/12 بنویسیم از ما قبول میکنم که ساده میکنم، در نتیجه جواب چند در میاد؟ جفتش به 4 بزن میشه 2/3. خیلی راحت. حتی حلش ادامهش صفحه بعد بود، ولی من دوست داشتم همینجا واسه شما کارو تمامش بکنم. خب برسیم به موضوع بعدی، بست نسبت ها. بچه ها روابطی که باید حفظ بشه، من فقط اونایی که هایلایت میکنم و حفظ میکنیم. سینوس آلفای به علاوه بتا میشه سینوس اولی کوسینوس دومی به علاوه کوسینوس اولی سینوس دومی. یه بار دیگه بخونم، سینوس آلفای به علاوه بتا میشه سینوس اولی کوسینوس دومی به علاوه کوسینوس اولی سینوس دومی. منهاشو اگر اینجا منها داشت، شما هم اونور هر علامتی میبینی برعکسش کن. اگر اینجا منها شد، شما اونور هر علامتی میبینی برعکسش کن. ولی بچه من دوست ندارم هی فرمولا رو زیاد کنم شلوغ کنم، چون معمولا بچه ها قاطی میکنن وقتی فرمول شلوغ میشه. پس یکی از روابط مهم اینه. یه رابطه مهم دیگه، کوسینوس آلفا به علاوه بتا میشه کوسینوس اولی کوسینوس دومی منهای سینوس اولی سینوس دومی. این رابطه خیلی مهمیه و به ویژه گفته وقتی که بتا پی چهارم باشه. مثلا نگاه کنید، بتا یکی از زوایایی که داده مثلا پی چهارم. یکی از رابطه‌های مهمی که داریم اینه سینوس آلفا به علاوه کوسینوس آلفا خیلی پرکاربرده، میشه رادیکال 2 تا سینوس آلفا به علاوه پی چهارم. کاری نداره بچه‌ها، سینوس آلفا به علاوه پی چهارم این بستشو باز کنه. چه شکلی بستشو باز می‌کنه؟ باز کردن بستش هم کار سختی نیست. این رادیکال 2 رو که می‌نویسم، آقا سینوس اولی در سینوس دومی میشه رادیکال 2/2 سینوس آلفا به علاوه کوسینوس اولی در سینوس دومی، که چی میشه؟ اونم میشه رادیکال 2/2 کوسینوس آلفا. رادیکال 2 رو که ضرب کنیم میرسیم به سینوس آلفا مساوی با کوسینوس آلفا. این رابطه بالا بدی نیست، ولی آنچنان مهم نیستش که حفظ کنیم. خب به طور مثال، حالا مثال رو نها کنید، گفته اگر آلفا زاویه باز بوده، یعنی چی زاویه باز بوده؟ یعنی بیش از 90 درجه است. سینوس آلفا 1/3 و بتا زاویه تند بوده و کوسینوس بتا 1/2 باشد، مقدار کوسینوس آلفا بله بتا رو به دست بیارید. بچه من چون سینوس آلفا رو دارم، میرم کوسینوس آلفا رو به دست میارم. رابطه ای که بلدم چی بلدم؟ کوسینوس 2 میشه 1 منهای سینوس 2. کوسینوس بتا رو داریم، میریم سینوس بتا رو به دست میاریم. از چه رابطه ای؟ سینوس 2 مساوی است با 1 منهای کوسینوس 2. پس من الان هم سینوس آلفا هم کوسینوس آلفا
هم سینوس بتا هم کوسینوس بتا رو دارم. از ما چی رو خواسته؟ کوسینوس آلفای به علاوه بتا رو خواسته. رابطه رو بازش میکنیم. میدونیم کوسینوس آلفای به علاوه بتا میشه کوسینوس اولی، کوسینوس دومی منهای سینوس اولی، سینوس دومی. و مقادیر اینجا به دست آوردیم. کوسینوس آلفا رو مثلا تو اینجا ما به دست آوردیم، در آوردیم منفی رادیکال 8 سوم. کوسینوس بتا رو مثلا تو خود سوال ما داده 1 دوم. منهای سینوس آلفا رو من خود سوالم داده 1 سوم. و سینوس بتا هم خودم به دست آوردم رادیکال 3 دوم. جایگذاری میکنم، عددو حساب میکنم. بقیه نسبت ها هم به همین ترتیب قابل به دست، قابل استخراج هستن. مثلا 75 درجه رو میشه نوشت 45 به علاوه 30. هم 30 رو بلدیم هم 45 درجه رو بلدیم. 15 درجه به همین صورت 45 منهای 30 میشه نوشت. مشابه همین سینوس 75 اینا رو هم می‌نویسیم و به دست میاریم. سوال بعدی، مثلا نگاه کنید سینوس x به علاوه کوسینوس y رو داده، این ور سینوس y به علاوه کوسینوس x رو داده. مقدار سینوس x به علاوه y. آقا طرفین رو توان دو برسون. چی به دست میاد؟ سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 دو برابر اولی در دومی. خب این که میشه 1. 1 رو میبرم از اون ور کم میکنم از 7 4م، اون ور برابر است با 3 4م. این ورم همینطور. سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 میشه چند؟ میشه اشتباه کردم بچه‌ها. اینجا یه لحظه در نظر نگیرید. من یه لحظه فکرم زاویه‌اش یکیه، زاویه‌اش یکی نیست، معذرت میخوام، یک نمیشه. اینا نمیشه یک برای اول کم کنی. طرفین با هم جمع کن. طرفین رو با هم دیگه جمع میکنم. حالا ولی دیگه میشه جمع کرد. ناکن سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 میشه 1. کوسینوس 2 با سینوس 2 جمع میشه دوباره میشه 1. این برم که میشه 2 تا سینوس x در کوسینوس x به علاوه 2 تا سینوس y در کوسینوس x. اعدام که با هم دیگه جمع میشه میشه 12 4م یعنی 3. این جاش میذارم 1. اینها تو نوشتنش ترتیب رو رعایت کردم. این میشه 1، اینم میشه 1. به علاوه از 2 اینم فاکتور میگیرم، از 2 اینم فاکتور گرفتم. 1 و 1 که میشه 2 میبرم از 3 کم میکنم میشه 2 تقسیم بر 2 میکنم میشه 1 دوم. تا اینجا واضحه؟ این 2 رو بر از من کم کن میشه 1، 2 رو تقسیم کن میشه 1 دوم. خب این نشون دهنده چیه؟ سینوس x به علاوه y پس 1 دوم. بحث تفاضل اصلا صحبتی نمی‌کنم، فرمولی بلد نیستم. بگذاریم. چون بچه‌ها گفتم هر جا فرمولی که دیدید هر جا به علاوه داشت، اگر کردیش منها اون برای تساوی هم هر جا علامت داری اونا رو برعکس کن. اما می‌رسیم به بسته زوایای کمان دو برابر. بهش میگن بسته نسبت‌های مثلثاتی دو برابر کمان یا کمان دو برابر. خب حفظ می‌کنیم. سینوس 2 آلفا میشه 2 تا سینوس آلفا در کوسینوس آلفا. واضحه؟ این است. یکی از کاربرداش اینه. دور آورده اون ور دیگه، نگاه کن دور آورده این ور. حواست باش. خب مثال. آقا همینجا الان گفتم دیگه. سینوس x در کوسینوس x x و ما حاصل نمیخواد به دست بیاریم. بچه‌ها سینوس x منهای کوسینوس x رو به توان دو برسون. میشه اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی. که میدونیم سینوس 2 علاوه کوسینوس 2 میشه 1. این چون میشه 1، پس این میشه 1 منهای 2 تا سینوس x در کوسینوس x. سینوس x در کوسینوس x هم که من داده 1 سوم. پس 1 منهای 2 سوم جواب میشه 1 سوم. توان 2 شد 1 سوم. حالا سینوس x منهای کوسینوس x چی میشه؟ میشه مصاد منفی رادیکال 3 سوم. و حالا نگفته ناحیه چند هم مثبتش قبول هم منفیش قبول. این هم یه رابطه ای که حالا بعضا بهش توجه میشه اما لازم نمیبینم حفظ کنید. خب مثلا نها کنید، حاصل عبارت رادیکال 3 تا سینوس 70 به علاوه کوسینوس 70 به روی سینوس 5 درجه سینوس 85 درجه. با تقسیم صورت بر 2 می توان بسط کوسینوس یا سینوس را ظاهر کرد. تقسیم بر 2 کردم صورت رو. رادیکال 3 دوم رو بچه ها میشه چی در نظر گرفت؟ رادیکال 3 دوم میشه کوسینوس 30 درجه در نظر گرفت. این 1 دوم میشه سینوس 30 درجه در نظر گرفت. حالا ما اینجا اومدیم با 60 گفتیم. بسط دلخواه خودت. میتونی رادیکال 3 دوم مثلا سینوس زاویه 60 درجه بگیری. 1 دوم کوسینوس زاویه 60 درجه. من جای رادیکال 3 دوم در نظر میگیرم سینوس 60 درجه، اونم که سینوس 70 بود، جای 1 دوم میگیرم کوسینوس 60 درجه، کوسینوس 70 هم مینویسم. تقسیم بر مخرجم که سر جای خودش.
فقط حواسم هست چون 85 با 5 جمعشون میشه 90 درجه متمم هم دیگه است. به جای سینوس 85 میشه کسینوس 5 درجه را قرار داد. جاش کسینوس 5 درجه را قرار میدم. حاصل چی میشه بچه ها؟ چه اتفاقی پیش میاد؟ اینها. اون رابطه ای که صورت کسینوس 70 منهای 60، این رابطه ای که مخرج 1/2 سینوس 10 درجه است. ساده میکنم، کسینوس بر سینوس میشه کوتانژانت، پس میشه 4 تا کوتانژانت 10 درجه. خب ما سینوس دو آلفا رو یاد گرفتیم، حالا میریم سر کسینوس دو آلفا. سه تا رابطه مهم داره که بچه ها حفظش میکنن. کسینوس دو آلفا میشه کسینوس دو منهای سینوس دو، و در نتیجهش اگه به جای کسینوس دو بذارم یک منهای سینوس دو، رابطه میشه یک منهای دو تا سینوس دو آلفا. اگر به جای سینوس بذارم یک منهای کسینوس دو، رابطه همون کسینوس دو آلفا میشه دو تا کسینوس دو منهای یک. این سه تا رابطه مهمی که باید بچه ها حفظ باشن. و در نتیجه کاربرد هاش، مثلا کاربردش رو نگاه کنید. اگر من یک رو میآوردم این ور، یک علاوه کسینوس دو آلفا میشه دو تا کسینوس دو آلفا. و اگر مثلا من اینجا این یک رو میآوردم اون ور، یک منهای دو تا کسینوس دو آلفا میشه دو تا سینوس توان دوی آلفا. بینا میگن نسبت های، حالا بعضا نسبت های طلایی هم نامگذاری میکنن ولی خیلی مهم نیست. خب تست نها کنید. مقدار سینوس 22.5. آقا 22.5 رو حفظ نیستم، با جمع طرف هم دست نمید، یادم دو برابر ها میفته. دو تا 22.5 میشه 45 درجه، پس با استفاده از اونا به دست میاریم. میگم آقا سینوس 22.5 رو میخوای دیگه، کسینوس دو آلفا یک منهای دو تا سینوس دو آلفا، جای آلفا بذار 22.5. در نتیجه کسینوس 45 درجه میشه یک منهای دو تا سینوس توان دو 22.5. کسینوس 45 درجه که میدونیم رادیکال 2/2، پس اینو ساده میکنم، یعنی اینو نگه میدارم بقیه میبرم یک سمت، تقسیم بر 2 میکنم، رادیکال میگیرم، جواب آخرش به دست میاد. مثال رو نها کنید، یه تمرکز کنید رو مثال. خب ببین بچه ها، تو ادامهش دیگه مسائلیه که حالا بعضا برای جمع‌بندی دیگه لازم نیست انقدر وارد جزئیات شیم، اینو بخونید کاملا واضح خواهد. آره اینجا دیگه نکته نداره. بسط تانژانت بسط آخریه که از بچه‌ها انتظار میره حتما حفظ کنن. تانژانت آلفای به علاوه بتا میشه تانژانت آلفا به علاوه تانژانت بتا به روی 1 به علاوه تانژانت آلفا در تانژانت بتا. این رابطه هم یکی از رابطه‌های مهمیه که بسط تانژانت هست. بسط سینوس، یادآوری میکنم، سینوس آلفای به علاوه بتا میشه سینوس اولی کسینوس دومی کسینوس اولی سینوس دومی. بحث کسینوس سه تا فرمول داره، آلفای حالا به علاوه بتا تو بحث دو آلفا که یکیش کسینوس در واقع آلفای به علاوه بتا است که میشد کسینوس اولی کسینوس دومی منهای سینوس اولی سینوس دومی. بحث تانژانت هم که رابطه سومش اینه میشه تانژانت آلفای به علاوه بتا برابر است با تانژانت آلفا به علاوه تانژانت بتا به روی 1 منهای تانژانت آلفا، و در نتیجهش تانژانت دو آلفا. تانژانت دو آلفا چیه بچه‌ها؟ زمانی که به جای بتا می‌ذاری آلفا میشه تانژانت دو آلفا. دو تا تانژانت آلفا به روی یک منهای تانژانت دو که مشابه همین در سینوس، سینوس دو آلفا میشه دو تا سینوس آلفا در کسینوس آلفا، در کسینوس میشد کسینوس دو منهای سینوس دو، یا یک منهای دو تا کسینوس، یا یک منهای دو تا سینوس به توان دو آلفا، یا دو تا کسینوس دو آلفا منهای یک. خب ادامه بدیم بچه‌ها. مثلا نکنید الان من حالا یه تست همینجوری رندوم مثلا میزنم، بطور مثلا مثلا این تست ببینید، گفته تانژانت پی دو با منهای آلفا برابر است با دو سوم، اما تانژانت پی چهارم منهای آلفا رو میخواد که ما میگیم آقا تانژانت پی دوم منهای آلفا باسته از تقریب مثلثاتی که در ابتدا یاد گرفتیم. از اینجا میفهمیم که تانژانت پی دوم منهای آلفا ناحیه اوله، پس ما مثبت میذاریم، ولی چون این پی دوم زاویه فرعی جنس تانژانت رو عوض میکنه، میکنه کتانژانت. برای همین تانژانت پی دوم منهای آلفا در واقع کتانژانت آلفا است و برابر است با دو سوم. در نتیجه تانژانت آلفا برعکسش که بکنم میشه سه دوم. حالا میرم اینجا قرار میدم تانژانت آلفای منهای
تانژانت پی 4 منهای آلفا برابر میشه با بسته یاد گرفتیم میشه تانژانت پی 4 منهای تانژانت آلفا به روی 1 منهای ضربشون، چون اینجا منها بود علامت ها برعکس شد میشه 1 به علاوه ضربشون، یعنی 1 به علاوه تانژانت پی 4 در تانژانت آلفا. تانژانت پی 4 رو جایگذاری میکنم 1، حفظم تانژانت آلفا رو به دست آوردم، مخرجم که یه دونه 1 داره به علاوه تانژانت پی 4 جاش میذارم 1، ضرب داره تانژانت آلفا هم که در بودم 3/2، ضرب میکنم 3/2، صورت ساده میکنم جواب در میاد منفی 1/5. خب سوال رو ببینید. خب فکر نمی کنم سوالی باشه، برسیم به روابط بعدی. روابط بعدی بچه ها من فقط جهت سرعت بیشتر، کوتانژانت آلفا به علاوه تانژانت آلفا مساوی است با 2 به روی سینوس 2 آلفا، هیچ الزامی برای حفظ کردنش ندارم، دانش آموزی که دوست دارن سرعتش رو تو تستا بره بالاتر. کوتانژانت آلفا منهای تانژانت آلفا مساوی است با 2 تا کوتانژانت آلفا، کوسینوس 4 منهای سینوس 4 میشه کوسینوس 2 منهای سینوس 2 برابر است با کوسینوس 2 آلفا. توی سری تستا مثل این خیلی کاربرد داره، مثلا کوسینوس 4 منهای سینوس 4 پی 12 هم سریع از رو فرمول حفظی میگه جوابش میشه کوسینوس 2 آلفا، یعنی اینو ضرب در 2 میکنی اینجا برابر میشه با کوسینوس 2 آلفا 2 پی 12 هم کوسینوس پی 6 که برابر است با رادیکال 3/2. بحثی توی نمونه. و اما یه نسبت دیگه آوردم، نسبت مثلثاتی 3 برابر کمان. اینم باز بچه ها مباحثی که نمیاد و نباید بیاد از لحاظ قانونی، اگرم بیاد بچه ها چیکار میکنن؟ خب بچه ها اگر اومد شما سینوس 3 آلفا رو خواستی به دست بیاری کاری نداره، که سینوس 3 آلفا در واقع همون سینوس 2 آلفا به علاوه آلفاست. رابطه رو باز میکنی فرمول بلد دیگه، سینوس اولی در کوسینوس دومی به علاوه کوسینوس اولی در سینوس دومی باز میکنی و جای سینوس 2 آلفا دوباره بستایی که دو آلفا هست و به کار میبری و کارت میبری جلو. اما ادامه بدیم ویژه 100 درصدی ها رو که عبور میکنم، چون برای افزایش سرعت یه مقدارم تمرین تستی تو کتاب توی در واقع جزوه است از اونها عبور میکنم، میرسم به مبحث بعدی در مورد توابع مثلثاتی.